میرسیم به مبحث تلسینی یا استفاده از فاینال کات برای تدوین کارهای سینمایی. من اینجا همینطور که شما میبینید یک سری تصویر دارم که بر من تلسینی شدن و میتونم از اونها برای تدوین کار نهاییم استفاده بکنم. همونطور که اجازه بدید من اینجا اوورلی تایم لاینم رو معذرت میخوام تایم کدم آف کنم. همونطور که شما میبینید یه تایم کد داره و یک کی کد داره و حالا الاخر. این تصاویر البته توی آمریکا تلسین شدن و با استاندارد NTSC تلسین شدن، به خاطر همین شما همونطور که میبینید اینجا روی 29 تغییر میکنن نه روی 25. ما توی ایران معمولا تلسینیمون پال انجام میشه که طبیعتا 25 فریمه و از خیلی از جهت ها تلسینی 25 فریم پال بهتر از تلسینی NTSCه و علتش هم اینه که تفاوت پال با فیلم 1 فریم، تفاوت NTSC با فیلم 6 فریمه و این خب خیلی میتونه مشکل ساز باشه. خب ما وارد این جزئیات نمیخوایم بشیم. این نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که شما به هر حال یک سری راش توسط یه جایی تلسین شده و در اختیار شما قرار گرفته و حالا شما میخواین ادیتش بکنید. یه نکته خیلی 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 مهمی که وجود داره اینه که بعضی از دوستان من دیدم میان تایملاینشون رو، اجازه بدید من این تایملاین رو نشون شما بدم، ادیتینگ تایم بیسش رو روی 24 میذارن. شاید این ذهنیت درست باشه که چون 24 فریم سینما، خب بس ما باید 24 فریم ادیت بکنیم، اما در مورد تلسین کاملا ذهنیت غلطیه. شما باید از سورس تصویرتون استفاده بکنید. یعنی مثلا اگه تصویر شما 30 فریمه، اینجا اگه ما ببینیم تصویر ما 29.97 یا همون میشه گفت 30 فریم هست، اگر من بخوام این تصاویر رو ادیت بکنم حتما حتما بدون شک و تردید باید با تایملاینی کار بکنم که فریم ریتش 29.97 حالا یا اون عدد مورد نظر ماست. مثلا ممکنه تایملاین مد نظر شما از اونجا که توی ایران دارین کار میکنین 25 باشه و سورس اصلیتونم با فرمت پال دی وی تلسین شده باشه که 25 فریمه. این نکته واقعا شما رو به اشتباه نندازه که اینجا چرا حالا 29.97 یا 25 ای بعد 24 باشه، خودت میای دستی 24ش بکنی. چون یه مورد راست رو بخوای یه مشکل خیلی ناجوری پیش اومد برای یکی از دوستان که این اشتباه انجام داده بود و مجبور شد خیلی کار کنه تا این مشکل رو رفع کنه، هرچند که به هر حال تونست این کار رو انجام بده، ولی خب از اون اضافه کاری شما میتونید جلوگیری بکنید. و خواهشی که ازتون دارم اینه که عین تمام موارد دیگه‌ای که توی فاینال کات شما می‌خواید تدوین بکنین، به ازای فریم ریت سورستون، به ازای فریم ریتی که فایل اصلیتون داره که اینجا مثلا 29.97 میان شما تایملاینتون رو تنظیم میکنین، توی مورد تلسینی هم همین کار رو انجام بدید. به طور مثال من اینجا میتونم بیام یه سکانس جدید درست کنم، اسمش رو بذارم تلسین و الان بازش میکنم و یه دونه از این فایل ها مثلا این فایل رو درگ میکنم توش. همونطور که شما میدونین بیاد به من اختار میده، میگه که الان تنظیماتی که تایملاین تو داره با تصویرت یکی نیست، میخوای عوضش کنی و مثل تصویرت بشه؟ من میگم بله. و حالا اگه من یه خورده اینو جا به جا بکنم، شما میبینید که تایم بیس من با این عدد برابره. این مهمترین نکته در مورد تلسینی. اما یه نکته دیگه هم وجود داره که شما فرض کنید که میخواین حالا کارتون رو ادیت بکنید. اگر تایم کد شما درسته که بیشتر موارد درسته، به طور مثال شما وقتی اینجا رو نگاه میکنید، شما اینجا یه تایم کد داریم اگر دقت بکنید که میدیا استارتمونه این عدده. معمولا زمانی که برای شما تصویر تلسینی شده یه پال دیوی میفرستن تایم کدش درسته. من خواهشی که دارم اینه که دست نزنیم به تایم کدش و تایم کدش رو عوض نکنید، مگر توی شرایطی که شما زنگ زدین به اون دفتر و حالا موردی پیش اومده و خودشون بهتون میگن که این تایم کد هایی که اینجا وجود داره رو دستی شما توی این فایل ها وارد بکنید. اگر یه همچین موردی نیست و اگر مطمئن نیستید شما که تایم کد رو باید عوض بکنین یا عوض نکنین، ترجیحاً دست به تایم کدتون نزنین. وجود تایم کد برای کار تلسینی یک چیز حیاتیه و تغییر دادنش میتونه شما رو به دردسر وحشتناکی بندازه. خب
حالا با این تفاصیل فرض کنیم که از دفتر ترسیم به من زنگ زدن و گفتن که مثلا تایم کد ها مشکل پیدا کرده، خودت باید تایم کد ها رو تنظیم کنی، یا اصلا من میخوام چک کنم ببینم تایم کد من با تصویرم درست کار میکنه یا نمیکنه. اینجا شما ببینید من یه تصویر دارم که مثلا تایم کدش حلقه چهارم 14:06. شما توی فاینال کات میتونید بیای توی مودیفای، همونطور که ببینید تایم کد شورت کات نداره، من خودم به شورت کات کنترل جی رو نسبت دادم، شما هر چیزی که دوست داشتین رو میتونید نسبت بهش بدین و میزنید تایم کد. همونطور که شما میبینید اینجا برای شما یه تایم کد باز میشه و من میتونم این عدد رو اینجا وارد بکنم، مثلا 04 14 03 13. با زدن تب شما میتونید ببینید که عددتون درست تغییر میکنه یا نه. حلقه چهارم 14:03:13. پس درسته، من اوکی میکنم. حالا شما برای چک کردن فایلتون و اینکه تایم کدتون الان داره درست کار میکنه، درست عقب جلو میشه یا نه، میتونید بیاد اینجا روی تایم کد اورلی اجازه بدید من اینو بزرگتر بکنم. و ما اینجا یه تایم کد اورلیز داریم، توی پنجره ویو هم وجود داره، از هر کدوم که راحت تر بودید شما میتونید اون رو روشن بکنید، فرقی نمیکنه. تایم کد رو روشن بکنید و شو رو بزنید. خب من میام اینجا تایم کد اورلیز رو نشون میدم، یعنی میگم آن بشه. همونطور که شما اینجا میبینید نوشته 14:03:13. من یه مقدار میام جلوتر، اگر این عددی که اینجاست با این عددی که اینجاست برابر باشه، مشخصه که شما مشکلی ندارید و تایم کدتون درست داره کار میکنه. مثلا من میام اینجا میبینم 14:04:27، عدد پایینم 14:04:27. یه خورده میام عقبتر میبینم عددم 14:02:26، این یکی هم عددم 14:02:26. پس قاعدتا نباید مشکل داشته باشم، یعنی به طور مثال اگه من الان این تصویر رو ادیت بکنم تایم کدش درست تغییر کرده و نیاز به کار دیگه‌ای نداره. به همین ترتیب باز من میتونم بیام توی تصویر دوم، مثلا ببینم چنده اینجا 04:08:43:24، کنترل جی رو من میزنم دیگه، نمیرم توی مودیفای تایم کد و این عدد رو اینجا وارد میکنم. یه نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که شما فریم تو ست رو دارین، میگید این عددی که من اینجا دارم تعیین میکنم مال کدوم فریم تصویری. اگر شما روی فرست بذارید اولین فریم تصویریتون رو این تایم کد رو براش در نظر میگیره، اگر کارنت رو بزنید الان فریمی که داخلش هستید رو این تغییر رو براش اعمال میکنه. خب من میام اینجا 04:08:43:24 تب رو میزنم، آدم درست هست، اوکی میکنم. یک بار دیگه همونطور که شما دفعه قبل هم دیدید میتونم بیام اینجا چند فریمی بیام جلوتر ببینم که تایم کدم درسته یا نیست. میام روی تایم کد 09:45:08 درسته، یه خورده عقبتر 08:47 درسته. پس این تصویر هم کلیپ، این کلیپ هم تایم کدش درست شد. همونطور که شما می‌بینید این تصاویر همشون روی 0000 هستن و طبیعتاً تایم کدشون درست تنظیم نشده. همونطور که یک بار هم قبلا خدمتتون گفتم و تاکید میکنم، خواهشاً اگر مطمئن نیستید که تصاویرتون نیاز به تغییر تایم کد ندارن اونا رو تغییر ندین. خب یه نکته خیلی مهم دیگه و جالب دیگه هم اینجا وجود داره. شما ببینید من الان تایملاینم رو تنظیم کردم. شما دیدید برای شروع تایملاین ما اینجا فرض کنید که مثلا اینجا اگه شروع ما باشه، همونطور که ببینید یه عدد من توی شروع تصویرم دارم و یه عدد اینجاها دارم، میتونم تایملاینم رو هم چک بکنم. شما قاعدتا دیدین زمانی که میایین توی تایملاین یه استارتینگ فریم دارین، یعنی استارتینگ تایم کد، شروع تایم کد شما که به طور مثال اینجا 11:23:08 بوده، من اوکی میکنم. و حالا اگر من تایملاینم رو با عددی که اینجاست چک بکنم، یعنی به طور مثال اجازه بدید من این رو کوچیک‌تر بکنم، یه خورده بیام جلوتر که راحت‌تر دیده بشه، این رو ببندم و این یکی رو یه خورده بزرگتر بکنم که راحت‌تر بتونیم با هم ببینیمش. خب الان من میرم عددی که من اینجا دارم 11:34:20، 4-5 فریم میرم جلو یا 10-12 فریم میشه 11:34:11، یا مثلا 6-7 فریم برمیگردم عقب که میشه مثلا 11:33:21.
یا 11 33 24. طبیعتا الان من مشکلی ندارم و تایملاینم هم درسته. خب پروسه تلسینی رو یه باری که با هم مرور میکنیم. فریم ریت شما فریم ریتی باید باشه که اون شرکت که برای شما این تصاویر رو تلسین کرده بهتون داده حتما حتما همون عدد باشه. میتونید اگه تایم کدتون درست نیست، اگه تایم کدتون مشکل داره و مطمئنید که باید دستی عوضشون بکنید و تغییرشون بدید، میتونید بیاید اینجا مثلا کنترل جی رو، البته خود من بهش نسبت دادم، شما هرچی دوست داشتین نسبت بدین، بزنید روی همین فریم ست تو کارنت. مثلا من الان اینجام 0409 2019، بعد بیاید اینجا اوکی بکنید، بیاید اینجا توی تایم کد چکش بکنید و ببینید مثلا این عددی که اینجا داریم با این عددی که اینجا داریم یکیه، پس مشخصه که تایم کد شما مشکلی نداره و شما رو چیزی تهدید نمیکنه. خب شاید شما تصور میکردید که کار کردن با تصاویر تلسینی خیلی عجیب غریب و خیلی پیچیده باشه، اما واقعا به همین سادگیه. فقط این چند تا نکته که گفتم حتما شما باید درست رعایت بفرمایید.